آقای رستمی، عکس هایی که از اتاق استاد شهریار هست یا فیلم هایی که هست یا چیزایی که آدم میبینه میشنوه از سلوک و نحوه زندگیشون، یه اتاق خیلی خیلی ساده است، یه دوشکی افتاده، نمیدونم استکان چایی هست، یه بخاری کوچیکی اونجاست، رادیو، ولی به درستی گفتین که شهریار آدم مدرنی بوده، یک زیست پیچیده ای نداشته. این پیچیدگیه انگار اینجا بوده، این مدرن بودنه توی روحش بوده، توی نگاهش بوده. اتاقی که نگاه میکنین این اتاقیه که همه ما دیدیم و تجربه کردیم و یه اتاق خیلی ساده، اصلا آدم فکر نمیکنه این مال شهریار شعر ایران باشه، اینقدر ساده زیست. ولی شعره رو که میخونی، نوع نگاهو که میبینیم، میبینی اصلا یه عظمت و یه جلال عجیبی داره. ممنونم که اینو گفتی. همینطوره. خودشون در یک شعری میفرماین آنچه در راه خدا میدهیان ارزش توست. دوستان و نزدیکانش به من میگفتن که امکان نداشت کسی دری بزنه، در خونه رو بزنه و ایشون دست خالی اونو برگردن. هیچ انسانی رو دست خالی، میگه همیشه لای قرآنش یه اسکناس یه تومنی بود، دو تومنی بود، 20 تومانی بود، میگه به هر کس میداد و میرسید. با اینکه خودش وضع مالیش خوب نبود ولی میرسید. اون مولانا میفرمایند بر هر چه همی لرزی میدان که همان لرزی. آره، هر چقدر که میلرزی همون. من بحث دانش شهریار داشتیم پیش میبردیم. خیلی حرف هست. یک شعری داره نقاش عزیز، میخوام تخیل قدرت تخیل ایشونو بگم و چقدر هنرهای دیگر رو میشناسه. ولی قبل از اینکه این شعر رو بخونم، یک شعر ترکی داره، بعدم نیست بخونم. آره، ولی اینم پس اشاره کنیم که هنرها رو میشناسن، ادبیات رو میشناسن و خیلی جالبه که سالها دانشجوی پزشکی بودن. پزشکی بودن، پزشکی رو میدونه. بله، علم پزشکی رو میشناسه. جالبه بگم سروش عزیز، هیچ هنرمندی غیر از موسیقیدان به اندازه شهریار موسیقی رو نمیشناسه. به غیر از موسیقی دارم میگم، یعنی مثلا سینماگر، نقاش، مجسمه ساز، اینا به اندازه استاد شهریار موسیقی رو نمیشناسه و کمتر موسیقیدانی به اندازه ایشون موسیقی رو میشناسه. در یک شعر ترکیش که الان میخوام بخونم و میخوام فقط به گوشه هایی که من نمیتونم ترجمهش کنم چون سخت هست، یکم به فعل بالله هم سخت، وقت هم نداریم، فقط میخوام به دانش این که گوشه ها و دستگاه ها رو اشاره میکنه. توی این شعرش میگه سزلدار سینمین سازی درآمد ایلرم شوری. شور رو درآمد میکنم، این درآمد گوشه است، شور دستگاهه. سزلدار سینمین سازی درآمد ایلرم شوری چوبانم چوپونم سند سلمک. سلمک یک سازیه، چوب کوچیک که مثل نی درست میکنن. چوبانم سند سلمک ل سزلدار تار تنبوری حسینی کاکلن ازاری گتی نظمی نصر olmuş چغر شهنازی منظوم دک بو شعر منصوری شکسته قد آذربایجان شکسته است باز دلکش لگلسون راست عراقی راکدان اندیر عراقی باز اینا همش موسیقی هن فروزدا باغلا ماهوری چلول چارگاهی لزابول مخالف وارسا مغلوبت اگر مخالفی هست که زابول رو نمیخواد مغلوبش کن برش کردم همین اینکه چجوری از اونجا میشه مغلوب کردین تو اون دستگاه چجوری حسار اچته دارختم حسار بازی یک گوشه است حسار اچته دارختم گوی دارا چکسین لمنصوری منصوری هم بازی یک گوشه است بلنده دیگه همینطور میخوام بگم باز میگه سزلدات دشتی و سارنگی ترک افشار همش اینا باز کیمی نیده بیات کردی چال سون اصفهان کوکیل سنتوری بله زیاده بریم عرب تو این شعر زمین چیزی که بارها هم به خودت گفتم هم این ور اونور همیشه پشت سرت میگم هم تو برنامه گفتم میخوام باز تکرار کنم، من متاسفانه ترکی بلد نیستم، ولی یه جوری شعر ترکی رو میخونی که هم احساس میکنم میفهمم، هم به جانم میشینه، هم عمیقا لذت میبرم. لطف دارید، مرسی. دلیل موفقیت برنامه هم اینجا به خاطر شماست سروش هستم. نه حقیقتا میگم کمپلیمانایی که میدید امکان نداره کسی جز تو بتونه این برنامه رو حتی به نصف خوبی الانم این لطف شما. حالا این شعر فرق میکنه، شما ببینید سروش، بیا بریم تو این شعر ببینیم چی میشه. نقاش عزیز، بخشایشو میخونیم. حالا برگیر قلم موی دقیقی کورا از موی خیال شاعران ساختند، اما نه، خیال شاعران هم شعر است.
در چنته خاطرات وجدان کنده است. کاوش کن و هرچه بیشتر کاوش کن، آنجا همه لوازم کار تو هست. آنجا به قلم موی ظریفی برسی که از سایه مژگان زنی ساخته است و از اشک به هم فشرده و یخ زده است مژگان زنی جوان و شوهر مرده. دزدان عفاف شوهری را کشتند تا دامن عفتی به ننگ آلایند. چشمان عفیفی به همه عمر گریست. میخواست چراغ راه طفلان باشد، افسوس که از گریه سحابش کردند. نقاش عزیز از صفحه سینه های صاحب دردان، آری همه در چنته وجدانت هست. در آلبوم یادگارها دست ببر، هرچند همه مچاله و لوله شده است. بربند و یکی دفتر نقاشی کن، هر صفحه آن صحنه ای از فاجعه هاست. یک صفحه برای خود سوا کن خانا، یک صفحه سینه ای که از چین و چروک بر چهره خود نوشته باشد که اینجا وقتی جگری بود و کبابش کردند. این صفحه شماست، اون قلمو بود، این صفحه است. نقاش عزیز اکنون به سراغ رنگ ها ما برویم. این تابلوی تو وقت زیادی نبرد. طراحی های یک رموز رنگ آمیزی است. یک نقش در او تجسم حالت هاست. بیننده گمان حرکت دارد از او. شاید هم محتاج به تغییر مکان خواهد بود، یا نور جهات خود عوض خواهد کرد. سیمای فرشته ایست در پنجه دیو، یک یوسف کاکل به کف برد فروش، به پشت سر برادرانش خط راه، وان عاطفه حزین به چشمان سیاه، اشک آمده و بسته از او راه نگاه. چیزی به وداعشان ندارد جز آه، سیمای محبتی عتاب‌آلوده است. هم شفقت مادر است و هم خشم پدر، خون جگری است همراه اشک وداع. امان اگر زیاد هم کش ندهیم، یک چند خط شکسته در پیشانی، یک قدرت مغلوب در اعماق نگاه، یک سایه مارپیچ کابوس زمان، یک حال فشردگی در اعصاب و همین. ها، نکته دیگری که یادت نرود، یک نقش ستردهی هم از رویاها، نقشی که کشیدند و برابش کردند. نقاش عزیز، این تابلو اگر خوب درآمد از کار، در موزه روزگارها خواهد رفت، در آلبوم یادگارها خواهد ماند، تاریخ تحول هنر خواهد بود. امروز در این کویر کور و تاریک، اینقدر که کینه اینا انگیخت بس است. ببخشید آخرش هم بگو. آخه اینجا جالبه. ببخش. دیدن و ندیدن برای تو یک، دیدن و ندیدن برای تو یکیست. نقشی است که خود جایزه نقاش است. تشویق و جوایز از کسی چشم مدار، بگذار نوبل به نور چشمان بدن. انگار نه انگار که ما هم هستیم، چرا به شرق نمیدن. نقاش عزیز، از حافظ ایدئال ما هم شعری باید که به پای نقش خود بنویسی. سوش اینجا رو گوش کنی، خواهش میکنم. از حافظ ایدئال ما هم شعری باید که به پای نقش خود بنویسی. اما نه از اینها که به دیوانش هست، اما نه از اینها که به دیوانش هست، از اینا نه، اما نه از اینها که به دیوانش هست. آن شعر برون از همه دیوان هاست، شعری است که در فکر نگنجیده هنوز، شعری است که ایدئال ما شاعر هاست. شاید که زما نهفته باشد حافظ، من را به بهشت گفته باشد حافظ. آنجا کلمات شعر کش می آیند، زیر و زبر و نقطه به هم قرض دهند. هر نقطه آن زنگ زمانی است به گوش، او با دل هر کسی سخن میگوید، با ساز دل و ضرب زمان میرقصد، هر کلمه کلید سولنوت‌های خداست. آهنگ درای کاروان بشری با اوست کلید کشف اسرار ازل، راز ازلی که نفیان و اثباتن دنیا همه زندان خردمندان کرد. من دسترسی به یک چنین شعرم نیست، آن را به ریاضت از خود خواجه بگیر. آری این شعر به سحر خود چنین خواهد گفت، این نقش غم‌انگیز ز بیمار غمی است، بیمار خمار و خوره زجر زمان، بیمار ستمکشی که در درمانش موسیقی شعر و خط و نقاشی هم بعد از 2000 نسخه پیچی هاشان درمانده و عاقبت جوابش کردن.
عالی بود. درباره دانش و سواد استاد شهریار صحبت کردین. یه شعر خوندیم که انگار یه دور تاریخ ادبیات بود. یه شعر درباره احاطه‌شون به موسیقی. یه شعر درباره نقاشی و تصویر. و چقدر این شعر انسان دوستانه بود. چقدر پر از مهر به انسانیت بود و چقدر متواضعانه بود. آخرش میگن اون بیتو در توان من نیست اون بیتو بتونم بگم. استادش بزرگ، اونو برو یه جوری از حافظ بگیر. تخیل ببین، میگه شاید این شعر تو این دنیا گفته نشده، شاید بهشتون رو حافظ تو بهشتون شعر گفته. خیلی فضای ذهنی عجیبی میخواد که بتونی به اینجور جاها بری. ما هفته آینده هم دوباره درباره استاد شهریار صحبت خواهیم کرد، درسته؟ بله، هفته بعد بحث جالبی پیش میبریم، خیلی بحث جالبی. خیلی ممنونم، خیلی خیلی سپاسگزارم. عالی بود، چه شعرهای دلانگیزی. بازم متشکرم و از شما بی‌نهایت ممنونم.